جلسه شورای بزرگ کلیسای ارتودکس در حالی برگزار شد که کلیسای ارتودکس روسی اعلام کرده که از ابتدا در این جلسه حضور نخواهد یافت و کلیساهای سوریه، بلغارستان و گرجستان نیز به دلایل متفاوت از شرکت در این جلسه امتناع کردند. این جلسه روز یک در جزیره کرت یونان آغاز شد و تا روز 26 ژوئن ادامه دارد. در این جلسه که مقدمات آن بیش از 50 سال طول کشیده، 14 کلیسا که نماینده بیش از 300 میلیون نفر هستند، دعوت شدند. امتناع کلیسای روسی از شرکت در این جلسه تا حدی به گمان زنی ها درباره شدت گرفتن اختلافات طولانی مدت میان کلیساهای ارتودکس دامن زده. برای. این جلسه بر مبنای توافق ماه ژانویه درباره چارچوب مذاکرات در شورای کلیسایی برگزار شد. دو 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 قیبت چهار اسقف اعظم می تواند نشان دهنده تضعیف کلیسای ارتودکس باشد. همزمان با بازگشایی مراسم اسقف بارتولومه اول در جمع گفت مسیحیان ارتودکس نباید و نمیتوانند همچون یک اتحادیه از کلیساها رفتار کنند. این موضوعی است که بارها از سوی بسیاری از ما مطرح شده. ما یک کلیسای واحد هستیم همانند یک پیکر و هیچ تفاوت و اختلافی نمیتواند مگر با همراهی شورا حل شود. اسخوف بارتولومه اول با این سخنان روسیه را به طور غیر مستقیم خطاب قرار داد. به نظر میرسد میان کریل، اسخوف اعظم روسیه و بارتولومه اول، اسخوف اعظم کلیسای ارتودکس جنگ قدرت در گرفته باشد. اختلاف نظر این کلیساها ها زمینه های متفاوتی از جمله تلاش برای نزدیک شدن به واتیکان را شامل می شود. قیبت اسقف اعظم کلیسای ارتودکس روسیه که چندی پیش نیز دیداری با پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک جهان داشت می تواند مانعی برای تصمیم گیری شورای کلیساهای ارتودکس باشد و به شکاف کهنه 1050 ساله میان ارتودکس ها جانی تازه بخشد.